درود بر شما مخاطبین عزیز. با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اطلاع داده است که طی ماه‌های آینده فرایند تولید اورانیوم فلزی را در تأسیسات هسته‌ای اصفهان آغاز خواهد کرد. نماینده ایران در آژانس نیز با انتشار توییت این خبر را تایید کرد. بر اساس برجام تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده است. وال استریت جورنال از قول کارشناسان می‌نویسد ایران تاکنون تجربه تولید اورانیوم فلزی نداشته است، اما با آژانس هشدار داده اگر تحریم‌ها برداشته نشود طی 4 تا 5 ماه آینده ساخت تأسیسات تولید این ماده حساس را در سایت اصفهان آغاز خواهد کرد. ایران در ژانویه سال 2019 نیز اعلام کرده بود که قصد راه‌اندازی تأسیساتی برای تولید این ماده را دارد، اما تحت فشار آژانس در پاییز همان سال از این اقدام خودداری کرد. ایران میگوید که این ماده برای ساخت سوخت پیشرفته برای راکتور تهران مورد نیاز است. راکتور تحقیقاتی تهران 54 سال پیش توسط آمریکا ساخته شد و همکنون از سوخت اورانیوم با غلظت 20% استفاده می‌کند. همزمان با گزارش وال استریت جورنال، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نیز با انتشار توییتی گفت فعالیت‌های طراحی و مهندسی توسعه تجهیزات لازم برای تولید سوخت پیشرفته اورانیوم فلزی آغاز شده است. وی بدون ارائه اطلاعات بیشتر گفت که طرح ساخت تجهیزات به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل داده شده و آژانس نیز از سایت اصفهان بازرسی انجام داده است. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد. تهران یک سال بعد در واکنش به اقدامات آمریکا به صورت تدریجی از تعهدات خود در برجام عدول کرد و مجلس شورای اسلامی 12 آذر امسال با تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها راه را برای فشار بیشتر بر غرب و کاهش تعهدات باقی مانده ایران باز کرد. یکی از اقدامات راهبردی برای لغو تحریم‌ها آغاز تولید اورانیوم فلزی است. بر اساس این مصوبه دولت ایران موظف به ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% است. نصب و راه اندازی 1000 دستگاه سانتریفیوژ IR6 در طول یک سال آینده و تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا اردیبهشت سال آینده از دیگر مصوبات مجلس است. ایران اخیراً اعلام کرده تولید اورانیوم 20% را از سر گرفته و سانتریفیوژهای پیشرفته نصب کرده است. همچنین ذخایر اورانیوم 3.5% ایران به بیش از 10 برابر حد مجاز طبق برجام افزایش یافته است. یک نماینده دوره ششم مجلس تاکید دارد که رفتار مبتنی بر تئوری توطئه و ستیزه‌جویانه با جهان تهدید مهم کشور در یک دهه آینده است. به گزارش اعتماد آنلاین، محسن آرمین درباره مهمترین مشکل فعلی در کشور و تهدیدها و فرصت‌های نظام جمهوری اسلامی در یک دهه پیش رو گفت: بزرگترین مشکل کشور در شرایط فعلی که البته تهدید مهمی نیز تلقی می‌شود، تداوم رویکرد ضد توسعه‌گرای کنونی در اداره کشور است. آرمین همچنین اضافه کرد: من تهدید بزرگ فعلی برای یک دهه آینده را رفتار مبتنی بر تئوری توطئه و ستیزه‌جویانه با جهان می‌دانم. این در حالی است که ایران طی 4 دهه اخیر از قافله پیشرفت باز مانده و همسایه‌های ایران به غیر از عراق و افغانستان گام‌های بلندی در مسیر توسعه برداشتند. آرمین درباره این موقعیت گفت: در این مدت بسیار از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایران به لطف موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک و منابع طبیعی‌اش از آن برخوردار بود از دست رفته است. مواردی از قبیل عبور خط لوله گاز به اروپا که از ایران گذر داشته است، خط راهن چین به اروپا یا خط لوله گاز به آسیای میانه فرصت‌های دیگری است که متأسفانه به دلیل ادامه این سیاست‌ها کشورهای همسایه از فرصت استفاده کردند و پروژه‌های دیگری جایگزین آنها شد و فرصت‌های بسیاری از دست رفت. او در پایان توضیح داد: ایران در حال از دست دادن آخرین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای باقی ماندن در مسابقه توسعه در سطح دنیا و همینطور پیوند زدن امنیت خود و امنیت جهانی است که به واقع این مسئله بزرگترین تهدید در دهه آینده است و توامان تصور می‌کنم آخرین فرصت‌ها در این زمینه در حال از دست رفتن است. این در حالی است که روزنامه آرمان نزدیک به جناح میانی حکومت پیشتر با اشاره به شرایط جدید نوشته بود: با روشن شدن نتایج انتخابات آمریکا باید از شعار و ادبیات سلحشوری که جایی در سیاست ندارد فاصله گرفت. نباید با تاکید بر عدم تفاوت ترامپ با بایدن با حماس سرایی کشور را تا پای جنگ یا ادامه تحریم‌های بدتر از جنگ کشاند. شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیانگر آن است که باید رویکردها و سیاست‌ها را تغییر دهیم. با همین فرمان دیگر نمی‌شود پیش رفت. این منبع نوشت: باید در کنار تلاش برای احیای برجام، روابط با همسایگان را نیز احیا کنیم. جغرافیای مشترک فارغ از هر دلایلی این مهم را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر کرده است. نمی‌توان ماهیت وهابی عربستان را انکار کرد و تغییر داد
و آن کشور را با خاک یکسان کرد و نه بحرین و غیره را تهدید کرد. در منطقه خاورمیانه نیز باید واقعیت‌ها را درک و حوزه‌های نفوذ را به رسمیت شناخت و در تعاملی مثبت به سوی صلح و ثبات حرکت کرد. این روزنامه افزود: بدانیم در نظام بین‌الملل دیگر قامت کشورها چندان اهمیت ندارد. سیاست و ادبیاتی که دیروز کویت و امروز امارات را مهره‌ای نمی‌دانست، نه آن روز و نه امروز و نه فردا کاربرد نداشته و ندارد. ما نیز باید نشانه‌های تغییر را بروز دهیم که اگر تغییر نکنیم، تغییر ما خواهند داد. تغییرات را خود مدیریت کنیم قبل از آنکه اثر اجبار تغییر کنیم یا تغییرمان دهند. سخن آخر این که همه چیز روشن است و چندان به نوشتن و گفتن نیازی نیست. نگذاریم دیر شود. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه 24 دی با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران، از او خواست تا هر گونه برنامه برای اعدام احمد رضا جلالی را فوراً متوقف کرده و بلافاصله دسترسی به خانواده و وکیل را برای او فراهم کند. احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که اردیبهشت 95 برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. ماه گذشته خبر رسید که احمد رضا جلالی برای اجرای حکم اعدام به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. اما یک روز بعد خبر دیگری، حکایت از به تعویق افتادن اعدام او، منتشر شد. عفو بین الملل در نامه تازه خود که رونوشتی از آن نیز برای سفارتخانه ایران در سوئد فرستاده است، ضمن درخواست لغو این حکم نوشته است که او باید فوراً آزاد شود و بر طبق توصیه کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، حق قانونی جبران خسارت هم برای او در نظر گرفته شود. این نهاد بین المللی همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است تا در صورت ادامه یافتن بازداشت احمد رضا جلالی، او را فوراً از سلول انفرادی طولانی مدت خارج کرده و از او در برابر هر گونه شکنجه و بدرفتاری حفاظت کنند. عفو بین الملل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته تا دستور انجام تحقیقات سریع، مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه ای را برای رسیدگی به گزارش‌های شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها علیه جلالی صادر کند و مرتکبان احتمالی را به طور عادلانه محاکمه کند. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی که مقیم سوئد است، پیش از این با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته بود که تهدیدات مکرر به اعدام، تهدید به سلول انفرادی تا زمان نامحدود، اعمال انواع شکنجه‌های روحی و غیره منجر به حملات درد قلبی و حتی افکار خودکشی در احمد رضا جلالی گردیده است. در نامه او آمده است که حتی فرزندان خردسال احمد رضا جلالی به آزار و دستگیری تهدید شدند. قوه قضاییه ایران میگوید که صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی با جرمی به نام فساد فی‌الارض مرتبط است. عفو بین الملل در نامه روز چهارشنبه خود می نویسد که این سازمان پیوسته گفته است اتهامی به نام افساد فی‌الارض از شفافیت و دقت لازم و مورد نیاز برای قانون کیفری برخوردار نیست و اصل قانونی بودن احکام و قطعیت قانونی را نقض می کند. به تازگی 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا جلالی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. علی خامنه‌ای در طول سالها هرگز به این گونه نامه‌ها واکنش نشان نداده است. دوستان شنونده، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.